پاکستان در نظر دارد تا حدود یک میلیون مهاجر افغان را که در سالهای متمادی در آنجا اقامت داشتند یا فعلا سند اقامت ندارند و یا اسنادشان از اعتبار ساقط شده است از پاکستان خارج کند ضرب العجل موعود نیز امروز به پایان می رسد و قرار است سر از فردا اول نومبر پلیس پاکستان به اساس دستور حکومت افراد را که فاقد اسناد هستند و تا کنون خارج نشده آنها را به زور جبر از پاکستان خارج کند. و طوری که گفته شده دارایی نیز ضبط خواهد شد پاکستان گفته هر ماجر فقط می تواند پنجاه هزار را با خود ببرند نه بیشتر از آن در حالی که هزاران ماجر در آنجا دکان خانه و انواع و اقسام تجارت دارند و ارلزه خطر از دست دادن دارایی های آنها وجود دارد و از سوی دیگر قرار گزارشات رسانه های ملی و بین المللی دو تن از ماجرین افغان که در جریان بازگشت به افغانستان بودند به اثر تصادم موتر کشته شدند این مسائل مرا داشت تا یک بار دیگر به وزارت خارجه رفته و از آنها سوال نمایم که با توجه به سرازیر شدن پول انگفت که ایالات متحده ای جامعه جهانی و سازمان ملل متحد تحت عنوان کمک های بشری به افغانستان برای طالبان مفرستد چرا طالبان زمینه برگشت ماجرین افغان را به صورت دو طلبان فراهم نمی کند. با نزدیک شدن میاد اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان بنده نظیر عظیم کریمی روز گذشته یکبار دیگر به وزارت خارجه رفتم و برای چند چندمین بار سوالاتم را از سخنگوی وزارت خارجه در مورد ماجرین گیرمانده در پاکستان مطرح نمودم سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به سوالم یک بار دیگر نگرانیش را از تصمیم یا سیاست جدید پاکستان در مورد ماجرین افغان اعلام نموده و از همه کشورها از جمله پاکستان خواست تا به تعهدات خود در رابطه با رفتار پناه پناه با پناهجویان و پناهندگان پابند باشند و به اصل عدم اخراج اجباری احترام بگذارند عدم بازگرداندن یا عدم اخراج اجباری یک اصل حقوق بین الملل است و دولت ها را از بازگرداندن کسانی که به کشور بر گردند و در آنجا با خاطر جدی و آزار و اذیت و یا شکنجه مواجه می شوند منع میکند سخنگوی وزارت امور خارجه ای امریکا یک بار دیگر امسایگان افغانستان از جمله پاکستان را به شدت تشویق کرد تا به افغان هایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند اجازه ای ورود بدهند البته سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در حال به سوال من در این مورد پاسخ می دهد که در روزهای اخیر فشارهای پلیس پاکستان بالای مهاجران افغان به شدت افزایش یافته است دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت پاکستان از تهدید بدرفتاری و بازداشت کار میگیرند تا پناهجویان بدون سند را وادار کند که به با کشورشان بازگردند جایی که به گفته نهادهای حقوق بشری آنها با یک بحران انسانی و تهدید آزار و اذیت طالبان روبرو هستند سازمان ملل متحد تخمین زده است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 بیش از 3.5 میلیون افغان به کشورهای همسایه گریختند. پاکستان با بیش از 1.4 میلیون پناهجوی ثبت شده و حدود 2 میلیون پناهجوی غیر قانونی بیشترین تعداد پناهجویان افغان را در خود جای داده است. وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال من گفت که با دولت پاکستان از نگرانی های خود در مورد اینکه چگونه سیاست جدید می تواند بر افغان های واجد شرایط از کان مجدد در ایالات متحده ای امریکا تاثیر بگذارد آگاه کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت که را از نزدیک زیر نظر دارد و به طرح این موضوعات با مقامات پاکستانی در همه سطو ادامه خواهد داد. از سوی دیگر نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از اتحادیه ای اروپا و سازمان ملل متحد نهادهای حمایت از مهاجرین و حقوق بشر خواسته است که بالای دولت پاکستان فشار بیاورند تا از اخراج پناهجویان افغان از این کشور جلوگیری کنند. نصیر احمد فایق شب گذشته اشتم اقلب در صفحه اکسش از سازمان ملل متحد خواسته است که این نهاد باید اقامت فوری را در جهت محافظت از افراد آسیب پذیر روی دست گیرد و از خروج بیرویه پناهجویان افغانستان از پاکستان جلوگیری کند مردم افغانستان حداقل اقل دهه ده است مهاجرت و بی سرنوشتی دست و پنجه نرم می کنند و اینکه تا چی وقت بی و جای باشیم سوال است که نمی توان به آن پاسخ دریافت کرد عزیزم کریمی ان کی میڈیا وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی